بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که ما امروز 63 افتتاح پنجشنبه ها رو داشتیم در سال تولید، سال پشتیبانی تولید و همچنین مانع زدائی ها که برای ما بسیار اهمیت داره که دولت تا آخرین روز و آخرین ساعت همه توان خودش رو به کار ببره برای حرکت در زمینه پایان طرح‌ها. من قبلا هم اشاره کردم ما 4 هدف مهم داریم برای ماه‌های پیش رو. حالا کم کم میتونیم بگیم در 100 روزه پایانی، چند روز دیگه میرسیم به 100 روزه پایانی و ما در 100 روز پایانی هم باید برای سلامت مردم و مسئله مبارزه با کرونا اقدامات بسیار جدیتری انجام بدیم که البته یک بخشی از این اقدامات مربوط به واکسن میشه، خرید واکسن، واردات واکسن، واکسیناسیون در کشور و البته در مرحله بعد، در ماهای بعد برای به ثمر نشستن واکسن هایی که در داخل به دست عزیزان ما ساخته میشه که مردم شرایطی رو احساس بکنن که آرامش بیشتری داشته باشن. اگر مردم واکسن تزریق بکنن و ما بتونیم در سطح وسیع واکسن تزریق بکنیم، 60% مردم، 70% مردم، در واقع این زنجیره رو قطع کردیم و سلامت مردم رو تضمین کردیم. ولو اینکه این ویروس باز هم باشه، باز هم جولان بده، البته پروتکل‌های بهداشتی رو بعد از واکسن هم همچنان امسال باید ما مراعات بکنیم و برای ما مهم همه پروتکل‌های بهداشتی. پس این یه مسئله اول ماست در این 100 روز، مسئله مقابله جدی‌تر با ویروس کرونا، مخصوصاً جهش اخیرش که نوع انگلیسی هست و بسیار خطرناکه. مورد دوم شکستن تحریم هست که الان سربازان مقدم دیپلماسی ما در وین هستند و دارن تلاش میکنند. ما برای ما مهم نیست که دشمن کی به عقل برمیگرده و کی در برابر قانون تواضع میکنه، اما یقین داریم که راهی جز این برای آمریکا و برای بقیه کشورهایی که در داخل برجام بودن وجود نداره. تنها راه موجود اینه که به قطعنامه 2231، به توافق برجام به طور کامل برگردن و البته اگر اونها به طور کامل به برجام برگردن، بلافاصله ما بعد از یک راستی آزمایی هایی که زمانش هم خیلی طول نمی کشه برمیگردیم به کلیه تعهدات برجامی ما. بنابراین اظهار نگرانی که امروز در اروپا میشه، در آمریکا میشه، برای اینکه ما داریم غنیسازی 60% رو در ایران آغاز میکنیم و بعضی از اونها هم تعبیر کردن 60% یعنی با یک حرکت به 90% رسیدن. حالا فرض کنید ما 90% غنی سازی بکنیم، اونی که تو کله شما هست که ما مسیر رو هموار داریم میکنیم برای بمب اتم، این اشتباه محض شماست. ما اگه 60% هم انجام بدیم، البته 60% قبلش هم میتونستیم انجام بدیم، همین امروز هم ما میتونیم غنیسازی 90% انجام بدیم. همین امروز اگه اراده کنیم، همین امروز 90% غنیسازی میکنیم. اما ما از اول اعلام کردیم، پای حرفمون ایستادیم. ما فعالیت هسته‌ایمون کاملا صلح‌آمیزه، ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. این شماها هستید که سالها دنبال بمب هسته‌ای بودید، انبار کردید، ذخیره کردید و حالا هم هر ساله دارید بمب‌های جدید می‌سازید. این اتهام رو پیشونی شماست. نمی‌خواد راجع به ملت ایران و دولت ایران حرف بزنید. اما در این حال هر روزی که شما به تعهدات برجام برگردید،
ما بلا فاصله به تعهدات برمیگردیم و شما میدونید در تعهدات برجام تا پایان زمان برجام هر مقدار که باقی مونده غنی‌سازی ما 3.67 بیشتر نخواهد بود. ما برمیگردیم به همون، یعنی حتی این 60% هم متوقف میشه، 20% هم متوقف میشه. شما برگردید به همه تعهدات، قصه این چیزا را نخورید. میبینید در یه زمان کوتاهی بعد از اجرای تعهدات شما ایران به تمام تعهدات خودش پایبنده. ایران در عمل نشون داده وقتی قول میده مردانه است قولش. و شما هم متاسفانه نشون دادید که قولتون قول بی‌اعتباری هست وقتی قول میدید. بنابراین راجع به ایران نمیخواد نگران باشید. ایران مردانه حرف میزنه، مردانه کار میکنه، با اخلاق حرکت میکنه، سخنی که میگه در چارچوب سخن خودش پایبنده. پس اینم موضوع دوم. موضوع اول سلامت مردم، موضوع دوم شکستن تحریم، موضوع سوم پایان بخشیدن به طرح‌های مهم تولیدی که تو 100 روز پیش رو برای ما امکان پذیره، از جمله در پتروشیمی که کار بسیار عظیم و بزرگی در سال 99 انجام گرفته، برخی از اونها در همین 100 روز پیش روی ما انجام میگیره. این که ما در 1 سال و چند ماه بتونیم تولید پتروشیمیمون 25 میلیون تن اضافه کنیم، این یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایرانه. همه کشورهای منطقه ایران رو ببینند، کشوری که در اوج تحریم دشمن، در جنگ اقتصادی، در کرونا موفق شد بزرگترین جهش رو در تولید پتروشیمی در عرض 1 سال و چند ماه در افتتاح‌های مختلف، که البته کارهاش رو از چند سال پیش آغاز کرده بود و شروع کرده بود به افتتاح برسانه، و این افتخار بسیار بزرگی برای ماست. البته در بخش‌های دیگر هم ما هم فعالیت رو انجام خواهیم داد تا روز آخر انشاءالله. و مهم اینه که ریل گذاری های لازم رو برای دولت بعدی هم انجام دادیم، یعنی راه الان آماده است، 30%، 40%، گاهی 70% راه آماده است. اون 30% باقی مونده دولت بعدی انشاءالله انجام میده و مردم ایران بهره‌مند میشن از پایان اون طرح‌های دیگر هم. و مورد چهارم همطوری که قبلا هم گفتم معیشت مردم برای این 100 روز، و همطوری که مردم ما مستحضرن، ما همین آغاز ماه رمضان یک بسته حمایت معیشتی جدید ویژه ماه رمضان پرداخت کردیم که از قبل هم من قول داده بودم، و باز هم تلاش خواهیم کرد تا پایان دولت برای معیشت مردم هر کاری از دست ما برمیاد انجام خواهیم داد و داریم انجام میدیم. در همسانسازی حقوق بازنشستگان هم در بخش تأمین اجتماعی کارهای خوبی داره انجام میگیره و اعلام میشه. بنابراین هر کاری که از دست ما برمیاد برای راحتی مردم و معیشت مردم انجام میدیم. من در اینجا 2 نکته رو میخوام بگم. یکی این که صنعت نفت ما همواره در تاریخ ما درخشیده در مقاطع مختلف، حالا هر مقطعی به یک صورت، و در این سالهای اخیر که این دهه 90 در واقع دهه پایانی که الان به 1400 رسیدیم، که این دهه 90 مال دولت 11 و 12 است تقریبا، جز یکی 2 سال اول، 1 سال و خورده‌ای ازش که بگذاریم همش مال این دولت هست. در این دولت که دهه 4 انقلاب، حالا اگر اسمش بذاریم، بگیم دهه 60 دهه جنگ بود، دهه 70 مثلا دهه سازندگی بود، و بعد تحولاتی که ما داشتیم در دهه 80، و دهه 90 دهه‌ای بود که ما 2 بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در 2 بار دشمنانمون رو شکوندیم.
اگر بگیم این دهه دهه پیروزی است اشتباه نگفتیم، اگر بگیم این دهه دهه نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگیم این دهه دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناسواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت. یه بخشی از این کارا مربوط به بخش نفت ما هست. در بخش نفت ما که حالا پتروشیمی هم به عنوان محصول همون ما قرار میدیم، خب کار عظیم و بزرگی انجام گرفت. از کشف 53 میلیارد بشکه‌ای در منطقه‌ای که نامگذاری شد به نام نام‌آوران، از این گرفته تا توسعه عظیم میدانهای نفتی و گازی تا تقریبا پایان دادن به پروژه های عسلویه و پارس جنوبی، البته حالا یه مقدار کمی باقی مونده ولی تقریبا پروژه های اساسیش جمع شده، و تا کار عظیم و بزرگ لوله گورجاسک، تا کارهای عظیم پتروشیمی و مخصوصا جهش دوم و مخصوصا پالایشگاه عظیم گازی بیت بلند، و همچنین طرح‌های دیگری که ما داشتیم این جمله در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری. الان ما دیدیم در کاتالیست‌ها که تو فناوری هم در این زمینه یک حرکت بسیار خوبی رو ما در بخش‌های مختلف نفت انجام دادیم. ما خودمون رفتیم با آقای مهندس زنگنه شاهد بودیم که کمپرسورهای عظیم ساخته میشه به دست ایرانی ها که اینا همه قبلا محتاج به خارج بودیم. یک تحول بسیار عظیمی واقعا در زمینه فناوری، فناوری نفت و گاز انجام گرفته. فلرها یکی از آرزوهای ما جمع که جمع بشه، محیط زیست پاک بشه، و این کار بزرگ داره انجام میگیره. بخش بزرگش در همون پالایشگاه گازی بیت بلند بود که انجام گرفت. این کار ارزشمند و بزرگ هست. و همچنین مسئله روستاها، رسوندن گاز به روستاها کار عظیمی بود. خب مردم ما میدونن تا آغاز دولت 11 14,000 روستا گاز داشتن و امروز ما داریم میریم به مرز 33,000 روستایی که گازدار شدن. استان سیستان بلوچستان گاز نداشت، ما این استان رو گازرسانی رو انجام دادیم نسبت به این استان. و نکته آخری که میخوام تأکید کنم اینه که در این 3 جنگ اقتصادی، خب دشمن میخواست که ما رو از ارزاوری محروم بکنه، میخواست جلو به فروش نفت بگیره. فکرش هم این بود که خب دولت از کجا ارز داره اگه بخواد ارزی رو تهیه بکنه که به وسیله این ارز اگر کالای ضروریه بخواد وارد بکنه، مواد اولیه اگر لازمه، جنسی اگر لازمه وارد بکنه. خب ارز نداره. ما وقتی جلو فروش نفت رو گرفتیم، فروش میانات رو گرفتیم، مشکلات برای اینا ایجاد کردیم، خب اینا چیکار میتونن بکنن؟ و خب صادرات غیر نفتی به صحنه آمدن، و یکی از صادرات غیر نفتی که کار عظیم و بزرگی رو انجام داد پتروشیمی بود. این که الان اعلام شد که در سامانه نیما حدود 90% ارزی که عرضه شد در سال 99 از طریق پتروشیمی بود. یعنی پتروشیمی ما از یه طرف، فولاد از یه طرف، مس و آلومینیوم، همه اینها در کنار هم قرار گرفتن. البته که بخشای دیگر هم بودن خیلی پایینتر و کمتر. در مجموع ما تونستیم در سامانه نیما یک حرکت عظیم و بزرگی رو انجام بکنیم. میبینیم که ما در این صادرات غیر نفتی ما امسال با همه سختی ها و مشکلاتی که ما داشتیم یک رقم حدود 35 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم. خب کار عظیم و بزرگی بوده انجام دادیم. بنابراین پتروشیمی یکی از صنایع خط مقدم
برای جنگ اقتصادی بوده، به صحنه آمده و شما امروز دیدید ما یک طرحی رو افتتاح کردیم که این طرح خیلی هم طول نکشیده، از سال 95 در واقع شروع شده، سال 99 تمام شده، 4 سال بیشتر طول نکشیده، 1 میلیارد دلار خرج شده و حالا محصول یک سالش میشه 1 میلیارد دلار. یعنی همون سال اول این پول 1 میلیارد دلار رو در میاره و این نشون میده که این صنعت چقدر سوداوره و چقدر میتونه مهم باشه. حتی پایین دستی های سودش باز هم بیشتر از این خواهد بود. البته پایین دستی ها یه مزیت دیگر هم داره غیر بحث سود، مسئله اشتغال زیادی رو میتونه برای ما به وجود بیاره. بنابراین کار بسیار بزرگ و عظیمی بود که الحمدلله امروز افتتاح شد. ما تشکر میکنیم از همه کارگران، همه مهندسین، همه عزیزانی که با اینکه خارجی ها رفته بودن با دست خودشون این طرح ها رو تکمیل کردن، از اونا تشکر و سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله ماه مبارک رمضان برای همه ما ماه رحمت و مغفرت الهی باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.